واقعا راهنمایی و صحبت هایی که الان توی این چند دقیقه کردید، من شاید بیش از 90% متوجه شدم و خیلی نکته های جالبی بود، خیلی کامل بود و الان به مزاح هم بگم چند صد یورو شاید من جلو انداختید. خواهش میکنم. میخواین یعنی در واقع خونه توی ایران ملک رو بفروشین، تو آلمان بخرین؟ بله دقیقا درست میفرمایید. کارتون چجوریه؟ یعنی کارتون جوری هست که بتونید باهاش مثلا یه اقامت دائمی که گرفتید بتونید وام بگیرید، خونه بخرید تو آلمان؟ من تو آلمان عنوان مهندسی دارم، تقریبا 2 سالی هست و توی شرکت مهندسی به عنوان طراح پروسس تو زمینه نفت و گاز و یا ویست واتر تریتمنت کار میکنم. بله. خب پس حقوقتون باید بالا باشه، مثلا تقریبا بالای 50,000 تا فکر کنم باشه، درسته؟ میشه گفت حالا همین حدودا، یعنی میخوام بگم حقوقتون حالا مثلا در چه میدونم 2 سال دیگه بیشتر میشه مثلا احتمالاً، یا نه این چون مهمه دقیقا من که بتونید ببین. من خیلی ساده شو بگم، اگر وام بتونید بگیرید بگیرید و وام بگیرید و خونه بخرید با وام و ملکتون رو توی ایران نفروشید، ولی اگر که نمیتونید وام بگیرید، مثلا شرایطتون جوریه که هستن آدمایی هستن که مثلا کلا میان آلمان، شرایطشون جوریه که کارشون هیچ وقت اجازه بهشون نمیده که وام بگیرن، مثلا حقوقشون فرض کنید حقوق پایینیه، مثلا یه کاری انجام میدن که حقوقش مثلا نتوش میشه 1300-400 تا 1500 تا مثلا. خب بانک ممکن بهتون وام نده، مثلا ممکن توی شهری باشید که مثلا قیمت خونه بالاتر باشه نتونید وام بگیرید، ولی توی ایران مثلا یه حالا ارسی بهشون میرسه، خونه خیلی گرون قیمتی دارن، مثلا میتونن 300,000 یورو پول بیارن آلمان و میخوان دیگه اصلا همیشه آلمان بمونن. خب ایشون میتونه این کارو بکنه، بیاد تو آلمان مثلا یه خونه بگیره، حالا شاید اصلا یه مثلا دو واحدی دو طبقه باشه، یه طبقه شو اجاره بده، گزینه بعدی نیست. ولی برای کسایی که به نظر من مثلا میتونن تو آلمان با پول وام همینجا که واقعا پول مفت به آدم میدن، یعنی با مفت منظورم نه اینکه منظورم این سینزش خیلی کمه، مثلا با سود بهره چه میدونم مثلا 1%، 0.9%، 1.3%، 0.14%، این واقعا عدد خاصی نیست. برای وام مسکن هم فقط همچین وامی میدن، میتونن با این وام خونه بخرن. پیشنهاد من اینه که اصلا دست به ملک ایرانشون نزنن و همینجا بیان وام بگیرن و همینجا خونه بخرن. بله چند تا جنبه داره، من الان چند تا جنبه شو به شما میدم بعد تصمیم میذارم به عهده شما که پاره توضیحات اگه دارید روی مطالب من بفرمایید. یکی اینه که شاید امکان وجود نداشته باشه که ما بخوایم دوباره برگردیم با توجه به شرایطی که خانواده ما دارن و بچه هامون که قریب به 3 سال اینجا بزرگ شدن و به قول معروف زندگیشون داره شکل میمنده. و یکی این که با توجه به اینکه من بیش از 15-16 سال سابقه کاری تو ایران داشتم و با توجه به اون ویدئوی بازنشستگیتون شاید در زمان بازنشستگی هم بخوایم ما هنوز قسط وام بدیم، پس هرچه آدم بیشتر از سرمایه بذاره خب قسط کمتری هم میده و زودتر اون خونه رو ما رو خودش میکنه. این دوتا مطلب بود، اگه شما توضیح بفرمایید تشکر میکنم از شما. شما چند تا بچه دارین؟ دوتا. چند سالشونه؟ 4 سال. 4 سال. ببینین چند تا فاکتور وجود داره. خب یه نکته‌ای که وجود داره اینه که مثلا این خونه‌ای که شما تو ایران دارین ازش صحبت می‌کنین در 20 سال آینده چه اتفاقی براش می‌افته. خب حالا الان بحث بزن انقدر عمیق وارد نشیم چون می‌خوام لایو به بقیه هم برسه، اینا معمولا تو مشاوره‌های ملکی با دقیقاً راجع به همین چیزا صحبت می‌کنیم، به صورت خصوصی می‌شیم شرایط زندگی افراد رو نگاه می‌کنیم و ببینیم که برای کی چی مناسبه. اما خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم این که اصلا بخواین همیشه آلمان بمونین، اوکی منم فرض رو همین گوشم بخواین اینجا بمونین، ولی این که من یه کاری انجام میدم، فرض بفرمایید شما من یه خونه ای ایران دارم میفروشم، اصلا این همون پولو میارم اینجا خونه میخرم، هیچی تغییر نکرده، من یه ملک ایران داشتم الان دیگه ندارم و تو آلمان یه ملکی دارم، این ملکم هست، حالا افزایش قیمت رو داره تو سالیان آینده و من بازنشست میشم و بچه هم بزرگ میشن همین ملک رو استفاده میکنم. توی کیسی که من توضیح دارم برای شما امکان وامه براتون هست، امکان وام هست و با وام شما خونتون رو توی اینجا میخرین، ملکتون توی ایران رو دارین، تو اینجا هم شروع میکنین و حقوق خودتون بیشتر میشه، حقوق خانومتون احتمالا حالا یه کاری هم ایشون ممکن حالا 3 سال نه بعد 4 سال دیگه 5 سال دیگه بچه ها بزرگ ترشن مثلا میگه حسنم سر میره تو خونه منم میرم کار میکنم،
یه دفعه مثلا میبینین چون ایشون هم کار میکنه یه دفعه 1300-400 یورو ماهیانه فقط حداقل به حقوقتون اضافه میشه، بگیم 1000 تا، بگیم 800 تا اضافه میشه. اینا خودش اعدادهای مهمیه تو محاسبات دراز مدت. از اون بعد بچه هاتون بزرگ میشن، فرض کنیم بچه هاتون مثلا شدن چه میدونم 16 سال 17 سال میرن آسپیلونگ حقوق میگیرن، میشه 23-24 سالشون، 25 سالشون، نه درس میخونن دانشگاه، درسشون تموم میشه، اونا هم مثلا یه ورودی چه میدونم 40-50 هزار یورو، حالا تو 20 سال آینده احتمالا بالاتر بخواد تورم، 40-50 هزار یورو اونا هم یه همچین ورودی دارن. حالا یه خانواده 4 نفره تصور کنید که بچه هاش مثلا بزرگ شدن، پدر مادر کم کم بازنشسته، یه خونه ای هم داشتن که یه مقدار وامش مونده. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا شما هنوزم میتونی بیای بگی آقا من خونه ایرانو میفروشم و میام الان وام رو تسویه میکنم. اولا لازم نیست همه پول رو بدی برای اینجا، میای مثلا چه میدونم فقط 20% رو مثلا میدی تسویه میشه، کلی سرمایه دیگه باز داری. حالا من نمیدونم ملک کجا هست، زمین، خونه از چه شهری هست، ولی کلی میگم خدمت. حالت بعدیش هم اینه که شما میای مثلا بچه‌هاتون کمکتون میکنن، یعنی ببین داریم ورست کیس سناریو رو میبینیم، سناریوی دیگه بدترین حالت. بدترین حالتش اینه که خونه ایران رو میفروشی، اون موقع میفروشی و به قول حالا من که میخوام بگم یه مقدارش رو میدی وامتو تسویه میکنی، یه مقدار هم پول هنوز برات میمونه. ولی تو تمام سناریوهای دیگه یا شما اون موقع تا اون موقع خونه رو تسویه کردید، حالا میگم تو مشاوره خصوصی ما دقیق مینویسیم چند سالتونه، چند سال دیگه مونده، چقدر حقوق داریم، حقوق تو چند سال آینده چقدر بالاتر میره، خانومتون چقدر مثلا درآمد پیدا میکنه، چه شهری هستید، آپارتمان میخواین، هاوس میخواین، خونه ایرانه چقدر، همه اینا یه نقشی داره. ولی کلیتش میشه این که تو خیلی حالتهای دیگه که این وسط میتونه پیش بیاد که مثلا تا بازنشستگی کامل تسویهش کنید یا نه، تا بازنشستگی 80% 70% مثلا تسویه کنید، همه این حالتها وجود داره. تو همه این حالتها شما یه ملک تو ایران داری، یه ملک هم تو اینجا داری. تو حالت اول که همین اول بری اونو بفروشی بیا اینجا بخری، شما فقط یه ملک داری، نه دوتا. خیلی ساده دارم میگم. و مسئله مهمترش هم اینه که میگم این کار میتونی بعداً هم انجام بدی، اما نکته مهمترین نکتهش اینه که آیا اجازه میدن به شما که این، یعنی بانک به شما وام میده یا نه. خب بانک به شما وام میده یا نه، کل نکته داستان تو همینه. من مثال همیشه میزنم برای بچه‌هایی که تو مشاوره میان ترس دارن راجع به خرید خونه، میگم آقا شما مثلا توی سهام فرض کن بانک بیاد به شما بگه من بهت 100 هزار یورو وام میدم، برو به سهام بخر. سهامو میخری، ممکنه فردا یه دفعه بیاد پایین، 100 هزار یورو فردا صبحی که رفتی خریدتو انجام دادی یه دفعه میشه 60 هزار تا. این اتفاق توی ملک میتونه بیفته؟ شما مثلا سراغ داری خونه رو بخری، یه دفعه فردا مثلا قیمتش چه میدونم 60% بشه، 70% بشه. شما خونه رو میخری، فرض کن یه آپارتمان 100 هزار تا یکی بهت میده، اصلا بیکار هستی تو آلمان، 100 هزار تا بهت میده، میگه من اینو میخوام قرض بدم، با این پوله برو هر کار میخوای بکن. شما با این پوله بری خونه بخری، خونه هر رو توش نشستی، داری ماهیانه قسطش رو پس میدی. یه موقع میگن آقا شما بیکار شدی، شما نمیدونم چیز شدی، مثلا بعد اصلا آلمان رو ترک کنی، خونه رو میدی اجاره، برمیگردی کشورت. شما میگی من آلمان رو هیچ وقت نمیخوام ترک کنم، بیکار میشم، بدبخت میشم، پول ندارم، چیکار باید بکنم؟ خب اون موقع میاد نگاه میکنه جاب سنتر، میاد ببینه که آقا شما خونه رو چقدر باید قسطش رو بدی. ما اگه شما مثلا بگیم خونه تو بفروش، هر موقع خونه رو فروختی با پولاش زندگی کردی، پول تموم شد، اون موقع ما کمک دولتی بهت میکنیم. خب جاب سنتر میاد ببینه که آقا بعدش باید یه خونه به شما بده دیگه. خب شما تو خونه نشستی، جاب سنتریا بنده خدا خونه پیدا نمیکنه، شما تو خونه نشستی، کمکت میکنه همین خونه هر باز که توش هستی باشی. مثلا میدونی من اینو البته دقیق نمیدونم چون هنوز جلسه با جاب سنتر برنامه هم هست در آینده نزدیک، اتفاقا این ویدیو راجع به موضوع بسازم که اگه خونه داشته باشی جاب سنتری بشی چی میشه. من اینو همیشه از شنیده هام گفتم، ولی برای اینکه کنکرت و دقیق بگم در آینده راجعش صحبت میکنم. اما دارم بدترین حالت رو میگم. بدترین حالتش اینه که جاب سنتر میگه آقا نه خونه تو بفروش همین الان و بیکار بشو، مثلا اگه اینقدر پول برات موند اونا رو مصرف کن، یه سال بعد که دیگه بیکار مطلق شدی ما حالا میایم بهت یه خونه اجاره میدیم، برو توش بشین، یه حداقل حقوق هم بهت میدیم. خب من حالا سوالم از شما اینه، این کیس که گفتم بدترین حالت، بدترین، شما یه خونه رو با پول یکی دیگه که بهت قرض داده خریدی، حالا از دستش دادی، چی از دست دادی؟ همین الانم هم که همونه، همین الانم هم داری نشستی داری اجاره میدی دیگه. همین الانم هم اگه شما تو همین سیستمی که هستی
5 سال بعد بیکار بشی، اصلا نه کارم پیدا نکنی، جاب سنتری بشی، بازم جاب سنتر باید اجارت رو بده. اون موقع هم یه خونه داشتی از دست دادی و شکست شدی تموم شده، بازم جاب سنتر که نمیگه آقا مثلا خدا نکرده باز یه پل بخواب، که میاد میگه آقا بیا خونه پیدا بکن من اجارهشو میدم، یه حد اقلی هم میدم زندگی کن. پس بازم باختی نه. میگم سیستمه، به خاطر همین میگم سیستم خیلی خوبیه و حیفه که خونه ایرانو خرابش کنی. و یه موقعی هست اینو بگم بحثمون رو ببندیم، شما مثلا شرایط گرفتن 200,000 تا وامو داری، یه شهری هستی مثلا چه میدونم مثلا 250,000 تا وام بهت میدن، ولی یه شهری هستی که این شهر شهر گرونیه، خودت و خانومت هم خونه ویلایی دوست داری مثلا، و برای ویلایی بعد مثلا 600,000 تا بدی و میگی من دیگه هیچ وقت نمیخوام برگردم ایران. خب آقا زندگی هم میخوایم بکنیم دیگه. خب اونجا میگم که آره خونه ایرانو بفروش، بیا از بانک 250,000 تا وام بگیر، 250-300,000 تومان اگه از ملک ایرانت مونده بذار برای این، یه خونه ویلایی بخر و لذتش هم ببر. یعنی اینم هستش دیگه، شما میخوای مثلا به جای آپارتمان خب تو ویلایی زندگی کنی. برای همین میگم همین الان 20 دقیقه برای همین میگم مشاوره ملکی های ما 3 ساعت میشینیم با بچه‌ها صحبت میکنیم، تحلیل میکنیم، مینویسیم رو کاغذ و به جنبندی میرسیم. یعنی این دیتاها امیدوارم کمکت بکنه. این چیزی که گفتم آقای مهندس آبادی خیلی من خیلی واقعا راهنمایی و صحبت هایی که الان توی این چند دقیقه کردید، من شاید بیش از 90% متوجه شدم و خیلی نکته های جالبی بود، خیلی کامل بود و الان به مزاح هم بگم چند صد یورو شاید من جلو انداختید. خواهش میکنم بزرگ. من همینه که به حالا یه تبلیغی برای کار خودم میکنم، من به دوستان میگم، میگم شما اگر که مثلا بچه‌ها پیام میدن میگن من میخوام خونه بخرم، کی مشاوره ملکی بگیرم، الان یا مثلا 2 سال دیگه، بهش میگم مثل مشاوره گرفتن یا کلا سرمایه گذاری روی خودمون کردن برای آموزش، مثل گواهینامه رانندگی میمونه. الان بگیرم مثلا باید 1300-400 تا بدم، 5 سال دیگه هم بگیرم باز باید 1300-400 بگیرم، فقط تفاوتش تو کجاست؟ شاید 5 سال دیگه گرونتر هم بشه بخاطر تورم. تفاوتش اینجاست که من اگه امروز بگیرم 5 سال بیشتر گواهینامه داشتم. رفیقم میخواد چیز کنه، اسباب کشی کنه، میگه آقا کی گواهینامه ندارم، میگه آقا من دارم، میام مثلا ماشین بگیرم، من بعد خودم میتونم ماشین بخرم، خیلی امکاناتم بیشتره، یعنی جلوتر میافتم. حالا شما این سوالی که پرسیدی، من امیدوارم که با این نکات بهت کمک کرده باشم و امیدوارم که بهترین تصمیم بگیری برای خودت. بسیار عالی.